با وجود این که شماره از شهروندان کشورهای گوناگون به شمول افغانستان در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی و استرالیا هستند، اما شماره از کشورهای جهان به شمول بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تنها حاضر هستند تا شماره از پناهجویان سوری را بپذیرند. هرچند تونی ابوت نخست وزیر استرالیا تعداد پناهجویان سوری را که استرالیا خواهد پذیرفت روشن نمی سازد، اما می گوید که استرالیا تا اندازه توان در رسیدگی به مشکلات پناهجویان سوری خواهد کوشید. استرالیا کشوری است که همواره مسئولیت جهانیش را به گونه جدی انجام داده است. استرالیا کشوری است که همواره تا اندازه توان مردمان جهان را که به مشکلات روبرو بودند کمک کرده است و البته این روش ما تغییر نخواهد کرد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا می افزاید که از ماه جولای سال پار تا ماه جون سال روان میلادی 4400 پناهجوی سوری و عراقی از سوی استرالیا پذیرفته شدند. منابع معتبر بریتانیایی نیز افشا ساختند که نخست وزیر بریتانیا می خواهد تا 15000 پناهجوی سوری را بپذیرند، اما این مسئله تا کنون به گونه رسمی تایید نشده است. ادامه جنگ داخلی و خشونت‌ها در سوریه سبب شده است تا با گذشت هر روز شمار پناهجویان سوری افزایش یابد و در حال حاضر پناهجویان سوری با متحمل شدن دشواری‌های زیاد می‌کوشند تا به کشورهای اروپایی برسند. اما هنگری اعلام کرده است که از 15 ماه سپتامبر سال روان میلادی موانع مرزیش را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای دیگر اروپایی بلندتر خواهد ساخت.